خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس بخش خبری جیهان آرا. همه نهادهای دولتی تو ایران از رئیس جمهور گرفته تا نماینده مجلس خواستار تعیین تکلیف پرونده مهسا امینی شدن. همگی چنان جست بیخبری و طلبکارانه گرفتن که کم مونده خود نیرو انتظامی و گشت ارشادم بیاد پیام بده خواهان روشن شدن زوایای پنهان این پرونده هستی. خودتون حتما پیگیر اخبار ایران هستید، چند نفر دیگه کشته شدن تا ثابت بشه مهسا امینی کشته شده. بریم سراغ اخبار قبرس. اونال استل دیشب گفته 2 روز تمام رو دنبال یه نفتکش سوخت بودن. ظاهراً یه کشتی باری حامل 12,000 تن سوخت برای نیروگاه‌های برق قبرس شمالی بعد از بارگیری تو دریای مرمره موتوراش رو خاموش میکنه، کاپیتان کشتی موبایلش رو هم خاموش میکنه و ریلکس از مناظر زیبای طبیعت لذت میبره تا اینکه بالاخره پیداش میکنن و سوخت رو به جزیره میرسونن. اما بمب خبری امروز تو قبرس شمالی راه اندازی پرواز مستقیم از روسیه به قبرس شمالی بود که قرار 15 نوامبر اولین پرواز انجام بشه. اردوغان گفته برای انجام این پرواز خودش شخصا به قبرس شمالی میاد. و اما اگه این اتفاق بیفته، علاوه بر انواع تحریم‌هایی که میتونه به ترکیه و روسیه تحمیل بشه، اون رونق اقتصادی که ازش حرف میزدن واقعا اتفاق میفته. راجب الزامی شدن گرفتن ویزای الکترونیکی برای اومدن به قبرس شمالی هم بعداً براتون توضیح کامل خواهم داد، چون خبر تکمیلی داره و تو همین 1-2 روز فکر میکنم خبرش کامل بشه. ارهان آریکلی وزیر حمل و نقل توی یه مصاحبه تلویزیونی گفته راندمان کارکنان اداره مالیات پایینه. اونا تو اداره سبزی پاک میکنن، دیر به سر کار میان و زودتر از اتمام ساعت کاری به خونه هاشون میرن. بعد از شنیدن این صحبت ها کارکنان اداره مالیات هم یه مقداری سبزی جلوی دفتر وزیر گذاشتن و گفتن ما وقتی برای سبزی پاک کردن نداریم، خودتون تمیز کنید. هیئت دولت اعلام کرده تمامی حکم‌های تخلیه دولتی اهم از مسکونی و یا تجاری با در نظر گرفتن دوران بعد از کرونا تا 31 دسامبر 2022 به تعویق افتاده. البته حکم‌های خانوادگی مثل مهریه و نفقه، مصادره و یا فروش املاک همچنان به قوت خودش باقیه. وزارت بهداشت قبرس شمالی یه سری غربالگری برای سرطان سینه، روده بزرگ و دهانه رحم به صورت رایگان توی شهرهای اسکله، لفکه و گوزلیورت انجام میده. خانم‌های بالای 30 سال و مردان بالای 50 سال میتونن تا 30 دسامبر از این موضوع استفاده کنن. ایلان ماسک مدیرعامل تسلا توی توییترش در پاسخ به سؤالی درباره امکان ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای مردم ایران نوشته استارلینک درخواست معافیت از تحریم‌های مرتبط با ایران رو در این زمینه خواهد داد. نرخ دلار و یورو امروز تو قبرس شمالی به 18.39 رسید و پوند هم 21 لیر معامله شد. تو ایران هم قیمت دلار به 31700 تومان رسید. یورو 31690 تومان، پوند انگلیس 36120 تومان و لیر ترکیه 1735 تومان بود. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 23 تا 30 درجه سانتیگراد، گیرنه 22 تا 30، لیماسول 21 تا 31، نیکوزیا 20 تا 31، پافوس 23 تا 29، لفکه 19 تا 29 و کارپاز 24 تا 31 درجه سانتیگراد خواهد بود. و حرف آخر این که برای جراحی بدن انسان باید اونو بیهوش کرد، اما برای جراحی روح باید آدم رو بیدار کرد. وقت بیدار شدنه. دلتون شاد، لبتون خندون.